خب دنباله واژه های مقاله 17 رو ببینیم. افرمد رو نگاه کردیم. constituent body اینجا منظورشون افرادی که به عنوان نماینده از طرف ما میرن تو مجلس میشینن و توی اون پاراگراف که نگاه میکنیم میگه نمیذارن دولت مرکزی حق ما رو که تو این دولت حق ما رو تو این ایالت پایمال بکنن. indulgence of so extravagant an appetite. appetite میشه اشتها. extravagant میشه گزاف، عجیب. تا اینجا میشه گزاف. indulgence میشه افراط و زیاده روی. پس یه اشتهای گزافی و زیادی به خاطر اینی که یه کسی زیاده روی کرده. to encroach upon یه سوء استفاده و زیاده روی وقتی که در رابطه با پایمال کردن حق دیگران. proof میشه اثبات، مدرک، دلیل. uprightness and prudence. uprightness یعنی درستی و راستی. prudence یعنی احتیاط، ملاحظه. inherent ذاتی و طبیعی. intrinsic اونم میشه باطنی، طبیعی، حقیقی. weakness که میشه ضعف. compatible میشه سازگار، موافق، جور با یه چیزی جور باشه. ببینید اینجا لغت particular government رو استفاده میکنه. بعضی جاها میگه general government. particular government منظورش دولت‌های ایالتی هست. اینجا لغت particular منظورش جزئی، ایالتی. general که میگه دولت مرکزی یا عمومی. برای این بعضی وقتا اینجور واژه‌ها رو اضافه میکنن، استفاده میکردن. diffusive یعنی پراکنده و پخش. diffuse اینجا میشه پخش کردن، پراکنده کردن. بعد in proportion to به نسبت، نسبت به یه چیز دیگه. attached to family وابستگی که آدم به خانوادهش داره. bias تعصب یک طرف رو گرفتن، طرف یه نفر رو گرفتن. این همون پاراگرافیه که گفتیم یکی از این ویراستارای این کتابای فدرالیست میگه که این تحت تأثیر از یک مقاله‌ای که فیلسوف مشهور اون زمانی، فیلسوف اسکاتلندی دیوید هیوم نوشته، اون توی مقالهش نوشته که آدم نزدیکتر به خب محله خودش، خانواده خودش و ایالت خودش تا دولت مرکزی. این استفاده اون مقاله دیوید هیوم میکنه. بعد destroyed by منهدم و داغون شده، از بین رفته توسط چیزی. destroyed by something. بعد propensity اینجا میشه گرایش. ببینید این minute نیست، من خوندم minute interest، درست شبیه همون منت، دقیقه تلفظ شده، ولی وقتی میگیم minute interest یعنی منافع جزئی. همون اسپلینگ، اگه بگید minute میشه دقیقه، note، minute میشه جزئی. which will necessarily fall under the، که لزوماً تحت تأثیر یه چیزی. which will necessarily fall under the هر چیزی دیگه که تحت تأثیر فلان چیز قرار میگیره. reveal it. reveal it یعنی جویبار، جوی کوچولو. تا اینجا منظورش نوعهای مختلفه. این نوعهای مختلفی تا جویبار. این لغت رو استفاده میکنه ولی منظورش نوعهای مختلفه. tedious and uninteresting. tedious نگاه کردیم قبلا، خسته و کسل کننده است. uninteresting هم یعنی چیزی که ناجالب باشه. instruction it might afford، درسی که ممکن است بده. instruction it might afford، درسی که احتمالاً میده.
transcendent advantage. Transcendent میشه مافوق، مزیت مافوق و افضل. حالا بعدن که تاریخ آمریکا رو میخونید میرسید به ترانسندنتالیست که امرسون و ثورو اینا توش بودن، این آدم هایی من خیلی خوشم میاد. اون لغت از اینجا میاد، یعنی حداقل ریشه ترانسندنتالیست از این ترانسند میاد. پروونس of the state. پروونس دوتا معنی میده، یکی میشه استان، ولی وقتی میگید پروونس of the state یه چیزیه که در حوزه اختیاری دولت، دولت ایالتی. سفایس کفایت کردن، بس بودن. criminal and civil justice. criminal جنایی، civil وقتی توی قوانین آمریکا یک criminal law دارید، یک civil law. این civil بیشتر مال رابطه با حقوق مدنی و عرفیه. خب پس یه ذره که وارد شدید برای این میگید که criminal و civil law، چون بعضی وقتا شاید دیده باشید توی این فیلم ها یا توی این برنامه های مستند میگن طرف رو نتونستیم دادگاه بکشیم یا دادگاه جرم مجروم جرمش رو نتونستیم ثابت بکنیم، under criminal code، طبق قانون های criminal جنایی، ولی under civil law در زیر بر طبق قانون های civil law تونستیم کاری بکنیم که مجرم شناخته بشه. جاستس هم که هم به قضات عالی دادگاه عالی آمریکا میگن جاستس، یکی هم میشه عدالت و دادگستری. خب immediate and visible guardian of life and property، باز داره در رابطه با همون ایالت‌هایی که آمریکایی‌ها توش زندگی می‌کنن، در رابطه با نسبت به ایالت مرکزی میگه اون ایالت‌هایی که شما توش زندگی می‌کنید، خب اونا مسلماً هم بلا واسطه هم پیدا و آشکار اونا اولین کسایی هستن که نگهبان زندگی و ملک و زندگیتونن. یه اتفاقی بیفته اونا زودتر به دردتون میرسن. پس برای این میگه immediate، فوری، بلافاصله، آنی. immediate and visible guardian، نگهبان of life and property. to which sensibility of the individual is more immediately awake. احساس اشخاص در رابطه با آن چیزها هوشیارتر و بیدارتر است. یعنی آدم به قول معروف همون زبان خیابونی بگیم، آدم زودتر آنتنش میره بالا، زود متوجه میشه که یه چیزی در خطره، یه حقش در خطره و دولت ایالتی زودتر به کمک آدم میاد. Steam and reverence. Steam یعنی اعتبار و عزت، and reverence. Reverence یعنی حرمت. To revere something یعنی چیزی رو خیلی بهش احترام بذاری، تقریبا بپرستی. Revere. و من تا وقتی میشه اسم میشه reverence. Cement of society. اینجا گفتیم cement که همون سیمانه و حالت چسبوندن یه چیزی تو جامعه. سمنت آف سوسایتی رو یه چیزی که جامعه رو پیوسته نگه می‌داره، با هم دیگه میبافه، مردم و جزوهای مختلف جامعه رو میبافه، یه چیز زیبا درست میکنه ازش. چون یادتون باشه توی مقاله دیگه گفتم یه لغتی رو استفاده میکنه KNOT که یعنی گره، ولی گفتم گره نمیشه ترجمهش کرد، گره یه حالت زمختی داره، این حالت بافتن بهتره برای diffuse، پخش شده.
counterpoise. این هم زیاد نمیشنوید این لغه رو، لغت رو، نیروی متعادل کننده. observation مشاهده، habitual عادتی مرسوم، obligation وظیفه، تعهد و وظیفه، التزام، تکلیف. خب اینجا یه عبارت کوچولو with which we are acquainted، با چیزی که ما آشنایی داریم، عادت کردیم بهش. With which we are acquainted. Feudal system، اونم سیستم فئودال، subordinate vassals. Vassals یعنی رعیا، رعیت هایی بودن که در قدیم توی ایران میگفتیم رعیت بودن. تا اینجا وقتی میگه subordinate vassals یعنی این رعیایی که تابع و مطیع شاه پرقدرت بود. feudatories اونم همون از لغت فیودال میاد.